در چهارمین برنامه از رشته برنامه های موانع اجتماعی گفتگو در ایران به اولین مانع میپردازیم که عبارت باشه از ضعف یا فقدان جهان و زبان مشترک. وقتی از فقدان یا ضعف جهان و زبان مشترک سخن میگیم، دقیقا داریم از چی حرف میزنیم؟ همه ما تصدیق میکنیم که گویی ما در جهان جغرافیایی واحدی زندگی میکنیم. همه ما 7.5 میلیارد انسان در کره خاک زندگی میکنیم. اگر از سایر کرات و منظوم ها و کهکشان ها صرف نظر کنیم، بنابراین ما در واحد جغرافیایی مشخصی و معینی به سر میبریم. اما یا به سر بردن با دیگران، با این 7.5 میلیارد انسان دیگه، به معنی این است که ما با اونها زندگی هم میکنیم؟ شاید بهتر باشه برای فهم این موضوع ما جهان جغرافیایی رو از جهان اجتماعی جدا کنیم. یعنی اون جغرافیای واحدی که ما در اون به سر میبریم متفاوت است از جهانی که در اون با دیگران داد و ستد داریم و زندگی میکنیم. جغرافیای همه ما واحده، کره خاک. اما ممکنه در همین کره خاک ما با سایر مردمان زندگی نکنیم و بنابراین اونا از جهان اجتماعی ما غایب باشن. برای اینکه این موضوع روشن‌تر بشه در آغاز بحث، باید نیست یک مثال بزنم. شاید شما اسم کشور بروندی به گوشتون خورده باشه و شاید هم احتمالاً نخورده باشه، کشوری در آفریقا. خب اینکه نام این کشور به گوش ما نخورده باشه خیلی طبیعی است، برای اینکه در این حال که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که کشوری به نام بروندی وجود داره، یعنی در جهان جغرافیایی واحد، اما چون با اونها هیچ گونه ارتباطی نداریم، فاصله فیزیکی داریم، رابطه جسمی، عاطفی و ذهنی نداریم، بنابراین گویی که مردم بروندی در جهان ما زندگی نمی کنند. اون چه که در بروندی میگذره جلب توجه ما رو نمی کنه. بنابراین اونا در این حال که در جغرافیای واحد ما حضور دارن و مردمش با ما در یک جا به سر میبرن در کره خاک، اما با اونها زندگی نمی کنیم، اونها هم با ما زندگی نمی کنن. اگر امروز 500 نفر در جامعه ما در یک درگیری داخلی کشته بشن، همه ما ناراحت میشیم، نگران میشیم و ممکنه مضطرب بشیم نسبت به آینده این اتفاقات. ولی از اینکه مثلا در بروندی 500 هزار نفر کشته شدن در طی جنگ‌های داخلی در طی چند دهه و این عده یک ششم جمعیت این کشور رو تشکیل میدن، هیچ گزندی از لحاظ روحی و ذهنی و عاطفی به ما نرسه، چون ما با اونها ارتباطی نداریم. اونا در زندگی ما نقشی ندارن یا تصور میکنیم نقشی ندارن و بنابراین در جهانشون زندگی نمیکنیم، اونها هم در جهان ما زندگی نمیکنن. پس کافی نیست که مردمی در یک جا با هم به سر ببرن در یک واحد جغرافیایی مثلا کره زمین تا فکر کنیم که با هم دیگه دارن زندگی میکنن. ممکنه بگید این اتفاق به این دلیله که ما خیلی از بروندی دور هستیم و به این دلیله که ما با اونها در یک جامعه زندگی نمیکنیم، یعنی جهان اجتماعیمون متفاوته. اما یا فکر نمی کنید که ما ممکنه با مردمی زندگی کنیم که فاصله کمی با ما داشته باشن، همسایه‌مون باشن، همکارمون باشن، ولی در این حال ما در جهانهای متفاوتی به سر ببریم؟ جهان جغرافیاییمون واحد باشه اما جهان زندگیمون، جهان اجتماعیمون متفاوت باشه. و اگر جهانهای اجتماعیمون متفاوت باشه، آیا زبانهای به کار برده شده توسط ما هم متفاوت نخواهد شد؟ درسته که ما ممکنه زبان بوروندیایی رو، اگر چنین زبانی وجود داشته باشه، ندونیم و بگیم که ما چون جهان مشترک نداریم زبان مشترکی نداریم، ولی فکر کنیم که با همسایه‌مون میتونیم به فارسی، ترکی، عربی، لوری و هر زبان دیگری حرف بزنیم، بنابراین ما زبان مشترکی داریم. اما اگر ما در جهان مشترکی زندگی بکنیم، میتونیم از زبان مشترک حرف بزنیم. و اگر جهان ما، جهانی که واقعا درش زندگی میکنیم، مشترک نباشه، هرچند در جهان جغرافیایی واحدی به سر ببریم، اما داریم در جهانهای متفاوتی تجربه زندگی میکنیم و بنابراین به مرور زبانهامون هم متفاوت خواهد شد و بنابراین همدیگر رو نخواهیم فهمید و بنابراین تفاهم رخ نخواهد داد. همون چیزی که به عنوان یکی از جنبه‌های گفتگو ازش صحبت کردیم و گفتیم که وقتی تفاهم نباشه، گفتگو هم ممکنه بر سر توافق صورت نگیره. هر توافقی مبتنی است بر تفاهمی و اگر تفاهم نباشه، توافق هم به دشواری ممکن شه. حالا بیایید ببینیم از جهت نظری این جهان مشترک چگونه ساخته میشه. ما میدونیم که در جامعه مبادله هایی داریم، رابطه هایی داریم و اگر به خاطر داشته باشید، جامعه عبارت بود از نظر سوری اون رابطه هایی که اون جامعه رو میسازه، یعنی ساختار رو تشکیل میده.
این شخص با اون شخص، شخص با شخص دیگری و گروه‌ها با گروه‌های دیگری در ارتباط هستند و این جامعه رو تشکیل میده. هر مقدار این ارتباط‌ها بیشتر باشه، مبادله‌ها بیشتر باشه، این تار و پود این جامعه بیشتر در هم تنیده میشه و از انسجام بیشتری برخوردار میشه، استحکام بیشتری پیدا میکنه و هر مقدار کمتر باشه این انسجام کمتر یا پاره پاره خواهد شد. به علاوه در این مبادله ها چیزهایی که مبادله میشه هم اهمیت دارن. ما با همدیگه مبادلات مادی داریم، کالاها یا خدمات مادی رو مبادله میکنیم، مبادله های جسمی داریم، مبادله های جنسی داریم، مبادله های احساسی و فکری و عاطفی داریم و اینها مجموعاً چیزی رو میسازه که اسمش جهان اجتماعی ماست، یعنی اون کسانی که ما باشون زندگی میکنیم و مبادله داریم و به این ترتیب میتونیم بگیم که ما در جهان اجتماعی مشترکی به سر میبریم. اما وقتی این رابطه ها داره شکل میگیره، عملاً با خودش قاعده هایی رو هم میاره، یعنی معلوم میکنه که این رابطه های ما مطابق چه الگویی باید صورت بگیره، مطابق چه قاعده‌ای باید صورت بگیره، ما از چه الگو یا قاعده‌ای باید پیروی کنیم در این مبادلاتی که داریم، مبادلات مادی، جسمی، جنسی، عاطفی، فکری و احساسی. این قاعده‌ها بر مبنای چیزهای مختلفی ساخته میشن: منافع مشترک، علایق مشترک، نگرش‌های مشترک و ارزش‌های مشترک. اینها چیزهایی هستن که به قاعده‌هایی که به رابطه‌های ما رو تعیین می‌کنن شکل میدن. اما اگر این منافع، علایق، نگرش‌ها و ارزش‌ها مشترک نباشن، خب رابطه‌ها هم از الگوی واحدی تبعیت نمی‌کنن. قاعده مشترکی هم بین ما شکل نمی‌گیره. بنابراین اون جهان اجتماعی ما هم تعداد رابطه‌هاش کمتر میشه، هم قاعده مشترکی که قرار ما رو به هم دیگه وصل کنه کمتر میشه و بنابراین جهان‌های ما ممکن است هم فاصله بگیره. طبیعیه که هیچ جامعه‌ای پیدا نمی‌شه که همه موارد، یعنی در بین علایق، منافع، ارزش‌ها و نگرش‌های افراد جامعه و گروه‌های اجتماعی توافق وجود داشته باشه. جامعه‌های امروزی به ویژه متکثر هستند، از گروه‌های مختلف با منافع و علایق و ارزش‌ها و نگرش‌های متفاوت تشکیل شدن. بنابراین انتظار نمی‌ره که همه در این موارد مشترک باشن. اما اگر در یک جامعه تعداد این اشتراکات کمتر از تعداد اختلافات باشه، اگر شدت این اشتراکات خیلی کمتر از شدت اختلافات باشه و اگر غیر از گستره و عمق این اشتراکات و اختلافها راههایی برای اینکه بر سر این اشتراکات و اختلافات توافقی حاصل نشه وجود نداشته باشه، یعنی ارزشهایی بالاتر از ارزشها و نگرشها و منافع و علاقه مختلفی که ما با هم داریم وجود نداشته باشه که به ما امکان بده در عین تفاوت با هم دیگه زیست کنیم، جامعه دوچار مشکل میشه. جامعه امروزی ما ممکنه در چنین موقعیتی باشه، یا ادعایی است که من میکنم، یا دست کم خطری است که احساس میکنم و سعی دارم از طریق اون توضیح بدم که چرا ما نمیتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. جامعه ما جامعه است که در اون شدت اختلافات، تعداد اختلافات بیشتر از تعداد اشتراکات و شدت اشتراکات است در اون موضوعی که گفتم، یعنی منافع، علایق، ارزش‌ها. به علاوه شاید چیز مهمتر این باشه که ما از چیزی از این نگرش‌ها و ارزش‌ها و علایق و منافع مختلف پیدا نکردیم که به ما امکان بده زیستن در عین متفاوت بودن رو تجربه بکنیم. باوری در ما پدید نیامده، راهی پیدا نکردیم که بتونیم زیستن در عین تفاوت رو تجربه کنیم. خب در چنین جامعه‌ای چه اتفاقی میفته؟ در جامعه‌ای که ارزش‌ها، منافع، علایق و نگرش‌ها متفاوت باشه و ارزش‌های فراتر از اون هم برای توافق وجود نداشته باشه، جامعه چند پاره میشه. یعنی من با اعضای گروه خودم، با اونهایی که منافع، علایق و ارزش‌ها و نگرش‌های مشترک داریم، در یک جا جمع میشیم. ما ممکنه بین خودمون انسجامی داشته باشیم. حالا این گروه من ممکنه خیلی کوچیک باشه یا گروه بزرگی باشه. یک گروهی باشه از همکاران یا رفقا یا همکاران یا گروه قومی یا دینی که من بهش وابسته هستم، یا به گروه های اجتماعی مختلف دیگه، یا گروه های بزرگتری رو تشکیل بده. ولی به هر حال در بین گروه خود من ممکن انسجامی وجود داشته باشه و در گروه های دیگر هم همینطور. اما رابطه بین این گروه ها ممکن اندک باشه، چون ارزش ها، نگرش ها، علایق و منافعی که بین اینها هست اندک. بنابراین اینطوری جامعه به جامعه چند پاره تبدیل میشه.
این گروه های اجتماعی به جزیره های منزوی از همدیگه تبدیل میشن و وقتی این جزیره ها از هم متفاوت و مجزا شدن و در یک جامعه پر از جزایر پراکنده زندگی کردیم، کم کم رابطه این جزیره ها با همدیگه قطع میشه، چون تعداد مبادلات اندکه، بنابراین اون ارزش ها و نگرش ها امکان گفتگو با همدیگه را از دست میدن و کم کم این جهان های مشترک به جهان های مختلف و کاملا گاهی اوقات مختلف تبدیل میشه و در این جزیره ها شما صداهای متفاوتی میشنوید، صداهایی که با صداهای جزیره های دیگه متفاوته و کم کم زبان گفتگو بین این جامعه ها یا جزیره های مختلف و دور از هم افتاده هم اندک میشه و گویی که همدیگر رو نمیفهمن، صدای همدیگر رو میشنون اما متوجه نمیشن، اون زبان زبان دیگری است. از جزیره صحبت از لیدی گاگا میشه، در جزیره دیگه ای از فاطمه زهرا و از جای دیگری صدایی از گردآفرید به میون میاد و هیچ کسی نمیتونه اون یکی دیگر رو بفهمه و بفهمه که اون داره از چی صحبت میکنه، چون لفظ لیدی گاگا یا فاطمه زهرا یا گردآفرید فقط یک کلمه نیست. اگه کسانی باشن که عمیقا به این چیزها باور داشته باشن، اون وقت پشت اون یک جهانی از کلمات و ارزشها و باورها خوابیده و اگر ما با اون جهان ارتباط نداشته باشیم نمیتونیم متوجه بار معنایی، بار عاطفی و احساسی و پشتوانه فکری و تاریخی این کلمه ها بشیم و بنابراین عملا داریم با زبان فارسی یا با هر زبان قومی دیگری با هم حرف میزنیم اما نمیتونیم هم دیگر بشنویم، چون متوجه نمیشیم که شخص دیگر چه چیزی داره میگه، چون جهانش رو نمیشناسیم، این جهان ها متفاوت شدن و داریم از زبان های متفاوتی حرف میزنیم، بنابراین گفتگویی هم بین ما سر نمیگیره، چون اولین راه گفتگو این هستش که ما بتونیم جهان همدیگر رو کشف کنیم و جهان کشف جهان دیگری به یک زبان مشترک نیاز داره و تلاش برای این زبان مشترک هست که اون جهان ها رو ممکن به هم دیگه نزدیک کنه و جهان و زبان مشترک هست که تفاهم رو ممکن میکنه و تفاهم راهی برای توافق باز میکنه. اگر امروزه به جنبه های مختلف گفتگوهایی که در جهان ما صورت میگیره توجه کنید، بسیاری از این اختلافات رو میتونید ببینید. من نمیخوام جای دوری برم، راه دوری برم و فقط به چند نمونه اشاره میکنم. مثلا شما در نظر بگیرید که وقتی در یک جامعه یا ارزش ها و منافع و علایق و نگرش ها و ارزش ها مشترک هستن یا اگر مختلف هستن، راهی پیدا کردن افراد برای زیستن در یک جامعه، تونستن بر سر نمادهایی که این اشتراک رو هم نشون میده به توافقی برسن. معمولا امروز جامعه ها در قالب کشورها زندگی میکنن، یعنی در قالب دولت ملت ها، بنابراین پرچم هایی برای خود هر کشور پیدا شده که اونها نمادهای اون کشور هستن، یعنی چیزی که همه اعضای اون جامعه یا اغلب اعضای اون جامعه در موردش اشتراکی دارن، چون اون نمادی است از مجموعه اشتراکاتی که مردمی که در یک جامعه یا در یک کشور زندگی میکنن بهش وابسته هستن. ولی شما امروزه به راحتی میبینید که پرچم‌های متفاوتی در جامعه ما مطرحه. در این عکسی که میبینید در مسابقه جام جهانی که همین اخیراً برگزار شده دست کم 3 نوع پرچم میبینید و میدونیم که پرچم‌های دیگری هم هست که میشه بر اینها اضافه کرد. در مورد سرود ملی هم همین اتفاق افتاده. در همین جامعه آمریکایی که من زندگی میکنم اگر دیده باشید، مردم بسیاری از دهکوره‌ها گرفته تا شهرهای بزرگ در خونه‌هاشون پرچم آمریکا رو میزنن و این نمادهای نوعی تعلق است به این کشور. اما اگر فرض کنید در جامعه ما یک کسی بخواد یه پرچم جمهوری اسلامی بزنه در خونه، چه اتفاقی میفته؟ حالا غیر از اینکه از طرف باورمندان به جمهوری اسلامی هم با کمی شرمندگی ممکنه قابل قبول باشه، از جانب مخالفان چیزی جز اینکه این شخص ممکنه مزدور حکومت باشه یا داره تملق میگه یا دنبال ساندیس و کوپن و اینها هست برداشت نمیشه، چون اون پرچم نمایندگی نمی کنه ارزش ها، منافع، علایق و نگرش های مشترکی رو که در جامعه به وجود آمده. و وقتی در مورد مهمترین نمادهای یک کشور توافق وجود نداشته باشه، این نشانه این است که در بسیاری جهات دیگه هم ممکنه توافق وجود نداشته باشه و فقط کافی نیست که این رو ادعا بکنیم، بلکه کافی است که شما وقتی به هر گفتگویی که در پیرامون یک موضوع شکل میگیره مراجعه کنید، ببینید که شدت اختلافات، تعداد اختلافات چقدر است. مهم نیست که این موضوع مثلا انتخابات ریاست جمهوری یا توافقهای ژنو باشه یا لغو شدن شاهین نجفی یا
اینکه در آکادمی گوش ارمیا حقش بود برنده بشه یا نه، اهمیتی نداره کدام یک از این موضوعات در چه سطحی مورد اختلافه. وقتی یک موضوع مطرح میشه و گروه های اجتماعی آدم ها شروع میکنن در موردش حرف زدن، تعداد این اختلافات، شدت این اختلافات و عمق اختلافات به خوبی آشکار میشه. به تعبیری که گفتم، فقط در مورد اون موضوع خاص اختلاف وجود نداره، بلکه اون موضوع کمک میکنه که تازه ما فک و فامیل و آبا و اجداد اختلافات خودمون رو هم به میون بیاریم. اون وقت از این جزیره های مختلف صداهای مختلفی شروع میشه پخش شدن در آسمان و به جایی نمیرسه، چون این جهان های جدا شده، این جزیره های از هم منزوی دارن حرفای خودشون رو میزنن و در واقع با خودشون دارن حرف میزنن. درسته که همه صداهاشون در هم میپیچه و قوقایی در میگیره، اما گفتگویی صورت نمیگیره، چرا که جهانهای متفاوتی در اینجا وجود داره و دارن افراد با زبانهای مختلفی حرف میزنن و در اون نقاطی که با همدیگه یک نوع اشتراکی پیدا میکنن و فکر میکنن که دارن همدیگه رو میفهمن، تازه موضوع اختلافشونه و اون وقت راهی پیدا نمیکنن برای اینکه در مورد این اختلافات به توافق برسن. همونطور که گفتم، نبودن علایق، منافع، ارزش‌ها و نگرش‌های مشترک امکان نمیده که قاعده‌های مشترک برای زندگی جمعی پدید بیاد. وقتی در جامعه‌هایی زندگی کنیم که این جنبه‌های مشترک درش وجود نداشته باشه، عملاً ما در جامعه‌های مختلفی داریم زندگی می‌کنیم، گرچه در یک جامعه واحد جغرافیایی به سر می‌بریم. و وقتی این تداوم پیدا کرد و ما در جامعه‌های مختلف زندگی کردیم، تجربه‌های زیستی به غایت متفاوتی داشتیم، یعنی داریم جهان‌های متفاوتی رو تجربه می‌کنیم و تجربه کردن این جهان‌های متفاوت به زبان‌های متفاوتی می‌انجامه و زبان متفاوت اولین جایی است که راهی رو برای گفتگو باز نمی‌کنه. بنابراین جهان و زبان مشترک یکی از اولین مقتضیات هر نوع گفتگوی درست هست، گفتگوی مثمر ثمر هست و وقتی نباشه، عملا نبودش تبدیل میشه به مانعی در راه گفتگو در جامعه ما که جامعه ایران باشه. متشکرم.